پارلمان فلسطین، فراکسیون فتح. فراکسیون پارلمانی فتح حمله جنایتکارانه به ساکنان اشرف در عراق را محکوم کرد. فراکسیون پارلمانی فتح در پارلمان فلسطین، سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل بانکمون را به اعزام هیئت حقیقت‌یاب بین المللی فراخواند و مؤکداً خواستار فراهم ساختن چتر حفاظتی برای پناهندگان ایرانی در عراق تحت حفاظت سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان گردید. فراکسیون فتح تسلیت‌ها و همدردی عمیق خود را به خانم مریم رجوی و رهبری و اعضای مجاهدین و خانواده‌های شهیدان و مجروحان تقدیم کرد. فراکسیون پارلمانی فتح در مجلس قانونگذاری فلسطین حمله جنایتکارانه به ساکنان کمپ اشرف در عراق، محل استقرار پناهندگان ایرانی را که منجر به کشته شدن بیش از 50 تن و تعداد زیادی مجروح و گروگان گردید و استمرار تهدیدها علیه آنها را محکوم کرد. فراکسیون پارلمانی فتح در مجلس قانونگذاری فلسطین این حمله جنایتکارانه را به سخره گرفتن تمام جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد دانست که از متوقف ساختن نقض پایه‌ای ترین حقوق قانونی و انسانی و حملات مستمر علیه ساکنان کمپ‌های اشرف و لیبرتی عاجز هستند. فراکسیون پارلمانی فتح در مجلس قانونگذاری فلسطین حکومت عراق به عنوان کشور میزبان و سازمان ملل را مسئول تمام و کمال حفاظت از ساکنان کمپ‌های اشرف و لیبرتی دانست. فراکسیون فتح، سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل بانکمون را به اقدام برای اطلاع از واقعیت این جنایت، اعزام هیئت حقیقت‌یاب بین المللی، حفاظت از جان پناهندگان، فراهم ساختن امکانات حفاظتی برای آنها و اقدام برای انتقال به کشورهای امن فراخواند. فراکسیون پارلمانی فتح مؤکداً خواستار فراهم ساختن چتر حفاظتی برای پناهندگان ایرانی در عراق و برخورداری آنها از تمام حقوق قانونی و انسانی به عنوان پناهندگان تحت حفاظت سازمان ملل متحد و کمیساریای عالی پناهندگان گردید. فراکسیون فتح تسلیت‌ها و همدردی عمیق خود را به خانم مریم رجوی و رهبری و اعضای سازمان مجاهدین خلق و مقاومت ایران و خانواده‌های قربانیان و مجروحان تقدیم کرد. رام الله، 8 سپتامبر 2013.